نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون الآية هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق ثبت است در جریده عالم دوام ما الهی دوستش بدار آن که حسین را دوست دارد رواه المسلم حضار محترم علمای عزیزمان حافظان قرآن مهمانان گرامی ما و شما پدران و برادران و آنانی که صدای ما را از طریق بلندگو وسایل میشنوند مختصراً السلام علیکم و رحمت الله برکاته بر همه امت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحابه و سلم خصوصا به عاشقان حسنین رضی الله تعالی عن خوش آمدین عزیزان گرامی عاشقان حسن و حسین و این دهه ای که من و شما قرار داریم دهه عاشورا هست ماه محرم الحرام اگر وقت باشد تنها درباره عاشورا یا ماه محرم الحرام ساعتها هم بس بکنیم سخن بگوییم به آخر نمی رسیم شهادت حضرت حسن و حسین ماندگی است اگر سالها وقت باشد تنها از دشت کربلا بگوییم هم وقت یاری نمی کند از هر چمن سمنی از هر باغ یک گلی امروز به حضورتان تقدیم میکنم الله تبارک و تعالی اوصلمندی و صبر و طاقت بیشتر برای همه من و شما نصیب بگرداند آمین یا رب العالمین ان الله مع الصابرین امروز عزیز دلم منگه قره سنگه ایتمن دیوخا گروه رو را امروز تو به خاطر کی اینجا نشستی تو به خاطر کسی نشستی که چند شب روز آب خوردن نداشت تفلکانش تشنه از دنیا رفت فرزندی جگرگوشهش علقش تشنه از دنیا رفت پس جا دارد که ما تنها نه یک ساعت جا داره تنها ما نه یک روز بلکه تمام سال بلکه تمام عمر ما به یاد شهدا خصوصا ابوبکر سندی نوشته میکنه صبح که از زیر مطالعه هم تیر شد سردار شهدا حسن و حسین رضی الله تعالی عن الله روحش را روح تمام شهدا را خصوصا 72 یاری حسن و حسین در دشت کربلا که جام شهادت نوشید روحش را شاد بگردان شما بگوین آمین بلند بگوین آمین مسلمانان ز صدق آمین بگوید آمین این حسن کی هست؟ این حسین کی هست؟ همه شهدای او هست همه بریانی او هست کتب ها نوشته شده نه یک جلد نه دو جلد نه یک هزار ده هزار در سیرتی حسن و حسین نوشته شده ای کی بوده ما ای را نشناختیم از سیرتی ازی برخوردار نشدیم به کوچه حسن آیا قدم ماندیم یا نه
آیا ما محبت با حسین داشتیم یا نه؟ الله محبت ما شما را بیشتر بگردانم. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میگه یک سال قبل از شهادت حسن و حسین، خصوصا قبل از شهادت جگرگوشه رسول الله، عاشقان رسول الله درود بخوانیم، صلی الله علیه. یک سال قبل از شهادت این شیر مرد در خواب دیدم، میگه محمد رسول الله، یک بوتل خون امراهش بود. من گفتم یا رسول الله این خون در دست شما؟ بله آه، جگرگوشه ما را شهید میکنه، به زودترین وقت جگرگوشه ما به نزد ما میآید. چقدر دوست داشته باشه این جگرگوشه خود را محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحابه و سلم. صحابه کرام میگه ما هر لحظه که به حضور محمد مصطفی ما میرفتیم صلی الله علیه و آله و صحابه و سلم، حسنین را میدیدم که به سر شانه های سردار دو جهان استاد است، نشسته. بگین الله اکبر. صحابه میگه رفتیم که پیغمبر علیه السلام حضرت حسین را این قسم بالا بالا میکنه، از پیشانش بوسه میکنه، دستکایش را مساج میده، برای زود تعلیم، غیرت، همت، شجاعت، مردانگی و آزادگی را به طفل دو ساله یاد میده. من گفتم یا رسول الله صلی الله علیه و آله و صحابه و سلم، شما چقدر دوست دارین نواسه هایتان را، چقدر دوست دارین فرزند علی را رضی الله عنه، چقدر دوست دارین فرزند فاطمه را؟ یا رسول الله صلی الله علیه و آله و صحابه و سلم، من اولین جمله خود را که آغاز کردم مسلم شریف نقل میکنه، از شش کتاب سیاه سیته یکیش مسلم است، آن مبارک، من ترجمه حدیث را برایت میخوایم. پیامبر علیه السلام گفتن الهی دوستش بیدار آن که حسین را دوست دارد. بگن الله اکبر، بلند بگوین، بلند بگوین. الهی دوستش بیدار آن که حسین را دوست دارد. من میگم دوستان محمد رسول الله، من شما را میگویم عاشقان محمد رسول الله. این اجتماع ما، عنوان این اجتماع ما شهادت حسنین و حسینین رضی الله تعالی عنه، الله روحش را شاد بگردانم. ای کاش در خواب ما حضرت حسین بیاید، شما بگین آمین. ای کاش در میدان محشر الله تبارک و تعالی این دست گناهکار من را به دامن حسین برسانه، بگین آمین. الله محبتش را به قلوب ما بیشتر و بیشتر بگرداند. اگر من وس داشته باشم، اگر کسی حاضر باشه من را ببره، من فردا میرم به کربلا. بگین الله اکبر. کربلا نور چشم ما هست، در کربلا توته جگر ما هست. ای کاش شما را همه ایتان را الله یک بار کربلا ببره. بگین آمین. دعا قبول میشه، اینجا دعا قبول میشه. امروز روزی ساده ای نیست. شما چی فکر میکرده باشین امین لحظه شهدا در قبرشان زنده هست، شهدا در عالم برزخ زنده هست. مسلم شریف، بخاری شریف، مشکات شریف نقل میکنه در جایی که اجتماع گرفته شوه به خاطر اسلام، به خاطر هر برنامه ای باشه، عنوانش دین باشه، عنوانش خوبی باشه، عنوانش این باشه که مسلمان ها بدانن و خصوصا ای تو اجتماع را، ملائکه هایی که اینجا حضور دارن، من نمی بینم، تو نمی بینی، همین لحظه به گنبد سبز محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم رفت خبر میده یا رسول الله ما از بلخ آمدیم. متوجه باش، سر و صدا نکو برادر، ما از بلخ آمدیم، از قریه دهرازی آمدیم، در آنجا عاشقان حسن و حسین دیدیم. بگین الله اکبر،
حدیث شریف از پیامبر علیه السلام میفهمه که چهرهش باز میشه. پیامبر علیه السلام به خاطر کسی که در مسجد، مدرسه، خانقاه، در هر مکان مقدس جمع شده باشن، خصوصا به خاطر شهدا. حالا ما شما میلاد نمیگیریم؟ میگیریم نمیگیریم؟ جواب بگوین. آیا میلاد نمیگیریم؟ میلاد محمد مصطفی را نمیگیریم؟ پس امروز میلاد حسن و حسین است. بگوین الله اکبر. جبرائیل علیه السلام از آسمان پایین میشه. جبرائیل علیه السلام از آسمان پایین میشه. جبرائیل علیه السلام از آسمان پایین میشه. مستمع صاحب سخن را به گفتار آورد. اگر در مجلس کسی گپ نزنه اینجا خیلی جالب میشه گپ. لطفاً یک کسی رو مقرر بکنید، حتی وظیفه دارا گپ نزنه باید است. حتی کسایی که وظیفه دارا گپ نزنه، شاید من 2-3-5 دقیقه بس کنم، بعد از او نشوه که رشته سخن از من خطا بره دیگه طرف من برم. جبرائیل امین از آسمان می آیه، از نزد الله می آیه. می آیه که به طرف راست حضرت حسین، به طرف چپ حضرت حسن. گاه از روی ازی بوسه میکنه، گاه از روی ازی بوسه میکنه. جبرائیل پرسان کرد اینها کی ها هست؟ یا رسول الله صلی الله علیه و آله و صحابه و سلم، اینها نواسه های ماست، نوده های ماست، اینها توته های جگری ماست. بله آه، حسن و حسین است. بله حسن و حسین است. الله سلام میگه و بعد سلام میگوید این حسن و حسین تو را شهید میکنند. پیشکی برش خبر میدن، الله سلام میگه، بعد سلام میگه حسن و حسین را شهید میکنند. جمع شدن ما به خاطر این و آن نیست، بلکه ما امروز از نواسه های رسول الله درس بگیریم، درس غیرت بگیریم، درس ایثار بگیریم، درس فداکاری بگیریم، درس شجاعت بگیریم، درس صبر بگیریم، درس تقوا بگیریم، درس همه خوبی ها را بگیریم. خصوصا از کی این درس را بگیریم؟ از نوده های رسول الله. رسول الله، رسول الله صلی الله علیه و آله و صحابه و سلم. قربان زبانی که می جنبه به درود محمد مصطفی. خیلی یک بار دیگه هم بگویم. من در مسجد نبی نشسته بودم، پهلوی من یک کسی درود می خوانه، درود می خوانه. طرفش سعی کردم مدام شما؟ گفت من از عراق هستم. پرسان کردم ده بیش از اینکه بگویم، من شیعه هستم. مشکل نیست، من گفتم برای من مشکل نیست. حتی شماره ما گرفت، واتساپ ما گرفت، تماس داره همراه ما. ما دوست داریم، همه مسلمان ها را دوست داریم. به خاطر بلند بگوین، به خاطر الله، به خاطر الله بلند بگوین. الله الله این دوستی را پخش و نشر بگردانه. آمین. بلند بگوین آمین. آمین آمین یا رب. الله کل گیتان یک بار بیت الله شریف ببره. آمین. یک بار نه، بار بار ببره. آمین. در پهلوی برادر عراقی نش استاد از عرب، ده این طرف شیعه، ده اون طرف بلوچ، ده اون طرف ترکی، ده اون طرف هر قوم در یک صفی واحد استاد است. اما میگه الله اکبر. بلند بگین بعضی ها رو میگیره دست هایی تگرفته، بعضی هایی تگرفته، بعضی ها دستاره ها. هیچ مشکل نیست، هیچ مشکل نیست. امین که بگوید لا اله، امین که بگوید نمفهمیدم لا اله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. از کوفه 18,000 نامه آمد. ابو بکر سندی نوشته میکنه چند هزار؟ 18,000 نامه آمد. مسلم ابن عقیل اونجا از نفرا و لشکرا و بادگاردای حضرت حسن حسین بود، والی بود بلکه اونجا. گفت اونا در نامه نوشته کرد که هیچ مشکلی نیست، فضا امن است، شما بیاین. نامه را تغییر میدادن، منافقین کار کردن. 18,000 نامه آمد. چند هزار؟ 18,000. بالاخره یک روز دو روز در عرفات مانده بود. حالا حضرت حسن و حسین، حسن خرف از دنیا اینا لله، حضرت حسین حرکت کرد با 72 یار جان نثارش، با خانواده هایش، با علی اکبر، با علی اصغر،
تفلکان خورد خورد بچه ها حرکت کرد. عبدالله ابن عمر بچی حضرت عمر خبر شد که نوازه های پیغمبر علیه السلام میره، اهل بیت میره، طرف کوفه میره. دست خود را ابوبکر سندی نقل میکنه به شانه حضرت حسین قرار داد، من نمیمانم اونجا، شما را شهید میکنه، شما نرین، مسلمان ها اینجا برای شما ضرورت داده. نه خیر گفت، حالا تصمیم ما گرفتیم باید از بریم بخیر. مرد است، چی هست؟ مرد است، سردار مردا هست، نواسه محمد رسول الله. حالا از تصمیم خود نمیگردم، یاد بگی شجاعت، یاد بگی عزیز دلم، طالب مدرسم، برادر عزیزم، برادر دهقانم، کراچیوانم، شجاعت را از حضرت حسین یاد بگی. حرکت کرد، رفت حضور محمد رسول الله، این سر قبرشان رفت. السلام علیکم، السلام علیکم یا بابا رسول الله صلی الله علیه وسلم. کتاب نوشته میکنه از داخل قبر صدا برآمدی، و علیکم السلام، و علیکم السلام. بابا جان ما طرف کوفه میریم، اجازه تون باشه. شهید در قبر زنده هست، مسلمانی با تقوا ترق ترق پای تا میشنه و عقیده تا راست بگه. او سرداری انبیا هست، او نفری ساده نیست. از اینجا که تو درود میخوانه به گوش خود میشنه و بگو الله اکبر، الله اکبر. از قبر صدا بر آمد، گذران میگذاریم، حضرت حسن حسین با خاندان حرکت میکرد. این کلمه، این جملات از قبر مبارک صدا بر آمد برای حضرت حسن حسین. صدا میگه حضرت حسین ببخشین، عجل الینا یا ابنی، الله اکبر بگو، عجله بکن به سوی ما ای نواسه هایم، بیاین به سوی ما. صدا آمد که گفت خلاص، حرکت کردن طرف کوفه، حرکت کردن از مدینه منوره بر آمدن. روزها تیر شد، هفته ها تیر شد، بالاخره در جای رسیدن گذران میگذرن. در این راه ها چی واقعی ها یک بود، او را میمانیم، او را میمانیم، شاید روز جمعه هم باز اینوان ما همی است در مسجد. اونجا رسیدن، از یارا پرسان کن اینجا کجا هست. نصف شب بود، در دمی رویشان یک لشکر معلوم شد به تعدادی 1000 نفر. ابوبکر سندی میگن چند هزار؟ 1000. گفت اینجا کجا هست؟ رابلتا گفت اینجا کربلا هست. چی هست؟ کرب سختی، بلا امینجا هست. خیمه زدن، خیمه ها را زدن، خاندان را گفت باشیم. بالاخره از سو نفر آمد، یه طرف آمد، گفت بخاطر چی آمدین؟ گفت ما را یزید روان کرده، شمر بدبخت، یزید بدبخت روان کرده برای ما. میگه که اگر نمیگه نواسه های رسول الله، گفته نمیتانه اگر اینها امرایتان مقابله کرد، مقابله بکنین، اگر به گپتان کرد اینها را بیارین که بیعتشان میگیریم. اونجا تعهد کرده بود حضرت حسین، هرگز سرخم نمیکنیم، هرگز به یزید، به شمر شرابی و قمارباز، به دوست، به غاصب، به ظالم لعنت الله علیه، به اینا مبایعت نمی کنیم، هرگز نمی کنیم. ایرا تعهد کرده بودن، بالاخره گفت نمی کنیم مبایعت. پای هم مختصر میریم، سری واقعه میریم دیگه. اینها شمشیر کسی رو شروع کردن، 72 یاری حضرت حسین رضی الله تعالی نزدیک میشد. یک نفر میبرامد، 100 دانه منافق بدبخت رزیل از بین میبرد. بگین الله اکبر، 110، 120، 200 نفر، یک تا یاری حسین رضی الله از بین. بالاخره ایران میزه، پی هم یارای حضرت حسین رضی الله شک جام شهادت را نوشیدن گرفت. بالاخره کسی نمون، آلا شمشیر را علی اکبر گرفته. بگوین الله اکبر. جواب رفت نزد مادرایشان، مادر جان امروز ما از بابای ما دفاع میکنیم. بگین الله اکبر. مادر چی مادری، فرزندم
برو سپردم تو را به الله سپردم، بگین الله اکبر. برو این راه راه مردانگی هست، راه راه آزادگی است. این راه راهی است که بابا بابایتان این راه را پیموده. فرزندم برو برو حرکت بکو. شمشیر را در غلاف حرکت کرد میدان، معرکه میدان. اما در میدان محشر این جماعت را دعا میکنیم که از جمله محبان، اخلاصمندان، کسبرداران، چاکران و عسکران حسن حسین عشر شهید بگیرین. الله اکبر، آمین. خدا من قبول بگردان، آمین. بالاخره این مادرم آمد در معرکه جهاد. چی جهادی؟ الله مرا دو روز میبودم، کاش که میبودم. الله تو میبودی چی را برپا میکنم. خدا ما شما را غیرت نصیب بگردانه، بگوین آمین. اما راه حسن و حسین ادامه داره، راه غیرتش، راه شجاعتش، راه تقویش، راه صبرش، راه دینداریش، راه نمازش، مدرسهش، اماکن مقدسش، مکتبش، بوهنتونش، کانونش ادامه داره تا روز قیامت. بگوین الله اکبر. این راه را ما شما میریم بخیر، درست است؟ در پشت حسن و حسین من و شما میریم بخیر. ما شما کسایی باشیم در میدان محشر یه آرزو هست. چی هست؟ یه آرزو هست، انشالله آرزوید میرسی. به طرف راست سعی بکنی، چشمی تا باز بکنی، میدان محشر است. اون وحا ها حضرت موسی و نفسی گفته صدا میکنه، عیسی و نفسی گفته صدا میکنه، اما دستی تو به دست حسین باشه. بگو الله اکبر. کیف نمیکنین؟ کیف نمیکنین؟ جای حضرت حسن حسین کجا هست؟ بلنگ جایش کجا هست؟ همین روزای جمعه مولای سبا نمیگه، نمیگه حسن حسین، حسن حسین کسانانی هستن که سردار اهل بهشت است. بگو الله اکبر. سردار اهل بهشت است. الله عشر ما شما رو با منا بگردن، آمین یا رب العالمین. علی اصغر، علی اکبر، طفلکای خرد شمشیر حواله میکنه به دشمنان پدر، به دشمنان اسلام. بالاخره این طفلک نوزاد خرد از داخل خیمه صدا میکنه، پدر جان، بابا جان، آب، تشنه ماندم. ازواج مطهرها شمشیرها را گرفته، حالا میبره به معرکه جهاد. یاد بگی، یاد بگی عزیز دلم، خواهرت، مادرم، آروست و و و با بازار میره، پروایش نداری. بیا غیرت یاد بگی. با اوتل میره، پروایش نداری. با کنسرت میره، پروایش نداری. درس بگی، از حضرت حسین درس بگی. دروازه خیمه را بالا میکنه، اگر ما تکت تکت شدیم و شما از خیمه نبارین، بگن الله اکبر. چادرت را کسی نبینه باید است، چادرت را کسی نبینه باید است. الله خواهرها و مادرای ما شما را به زیر چادر ازواج مطهرات عشر بگردن، بگن آمین یا رب العالمین. اگر خواهرها اینجا میشد، ای کاش میشد، صدا را میشنیدن، اینا واقعا توبه میکردن. الله خواهرای ما شما را، مادرای ما شما را اصلاح بگردانم. بالاخره همه خلاص میشن، حالا نوبت میرسه به گوش جگری رسول الله. 72 یار نعشش و میدان کربلا افتیده است. شمشیر را در غلاف است، شمشیر را نمیکشه، بالای اسبش است. از او طرف میآید نفرای شمر و یزید بدبخت میآید. اونا شمشیر حواله میکنن، اما حضرت حسین شمشیر را حواله نمیکنه. کسی برش میگه چرا شمشیر حواله نمیکنین؟ دشمنا شمشیر و نیزه حواله کرده را، شما چرا شمشیر حواله نمیکنین؟ شمشیر را در برابر امتان بابایم هرگز حواله نمیکنین. بگو الله اکبر. مسلمانان بودن، بازی خورده بودن، منافقا بودن، رذیلا و پستا بودن، در برابر نواسه های رسول الله ایستاده شده بودن، هرگز شمشیر حواله نمیکنیم ما. فردای قیامت چگونه به روح بابایم ببینم که من در روح امت از او شمشیر کشیده باشم؟ بگین الله اکبر. 34 شمشیر، 33 نیزه ابوبکر سیندی میگه اصابت کرد به چهار طرف حضرت حسین رضی الله تعالی عنه. اثری هست پیش با این افتید.
شمری بدبخت کارد را گرفته آمد. من دیگه یه گفته نمیتونم دیگه از این بشه. به سر سینه حضرت حسین رضی الله تعالی عن قدمای نجیسی خود را ماند. حالا کارد را گرفته میخواه گلوی حضرت حسین را ببره. از پایین صدا کرد گفت ای بدبخت اینجا را نبری، اینجا بوسه های رسول الله صحبت کرده، اینجا لب های رسول الله رسیده، اگر مرا گردن میبری از پشت سرم ببر، مشکل ندارم، من سر خود را فدا کردم. شیمر بدبختی را به دیگر روی انداخت و از پشت سر کار را حواله کرد. قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این سر را با خود برد، این سر را با خود برد، برد شیمر بدبخت با نفرای عساکر سر میزش مانده بود. مسلمان ها را غم گرفته بود. بعضی کسایی که دمی جهال هم آمده بود، به زور آمده بود، به ظلم آمده بود، راضی نبودن اکثرشان، اما پادشاه بدبخت بود آورده بود مسلمان ها را. تمام شهر را میگه از هر قلوخ سنگی را بالا میکده زیرش خون بود. بگن الله اکبر، خونی حضرت حسین رضی الله تعالی عنه. مین سر را به سر میزش مانده بود. همون لحظه یک کسی در آمده آمد، یک میموی سفیدی آمد، گفتی چی هست؟ گفتن دانست که سر نواسه رسول خدا هست. گفتی یک سر هست؟ گفت نه چی هست؟ کسی گفت این سر نواسه رسول الله هست. گفت مرا میشناسی؟ گفت نه خیر، تو را نمیشناسم. گفت من از جمله امتان داود علیه السلام هستم و از خاندان داود علیه السلام هستم. صد پشت میشه که من از داود علیه السلام دور هستم. صد پشت، 99 پشت بالا از ما نسب ما به داود علیه السلام میرسه، اما آلام امو قدم هایی که داود علیه السلام هر جای مانده امو خاک را ما در خانه تبرک گفته نگاه میکنیم. بگوین الله اکبر. چه دو دلتان شد؟ چه قسم دست بود؟ چه قسم صبر بود؟ خدا من روحشان را شاد بگردانم. اندکی پیش تو غم دل گفتم و ترسیدم که دل آزرده شوی، ورنه سخن بسیار است. خدا من درباره بی‌نیازش قبول بگردانم. جهان سپاس از برادران ما که همچون برنامه را راه اندازی کردن. اینا را الله هم در دنیا هم در آخرت عزت نصیب بگردانم. با جناب استاد قاری مبارک خداوند اینها را خدماتشون را قبول بگردانم. و این موی سفیده های ما که تقریبا وقت آمدم همه اینجا نشسته بودن، بودم سبحان الله، این گمنه گمان مبر که خالیست، هیچ کسی نیست، شاید که پلنگ خفته ها باشد. بگن الله اکبر. این شما هستین، دل ما باغ باغ میشن. الله همچون برنامه را خصوصا اینوان برنامه صحابه باشه، اینوان برنامه اهل بیت باشه، اینوان برنامه سردار شهدا باشه. ما با پاچی که به فرق می دهیم، الله قبولش بگردانه، امین نشست ما را قبول بگردانه. شما ایره خوب سعی بدانین که این نشست ساده نبود، این نشست ساده نبود. خدا من قبول بگردانه. ما گلونم گرفت، بسار مرا ببخشیم که نتونستم که همه موارد را بگویم، همین کمیشم خدا من قبول بگردانه. ما یک دعا میکنم، شما آمین بگوین، شما آمین بگوین. امروز روزی هست که ما تجلیل میکنیم از نواسه رسول الله. شما یک حدیث و یکم روایتی را برای ما بیاورین که حضرت حسن و حسین یک نماز را به وقت خوانده باشن. کسی هست؟ خدا معلمی هست؟ پس امروز ما شما تعهد میکنیم که 5 وقت نماز در کجا بخونیم؟ نفهمیدم. در کجا بخونیم؟ یکم بلندتر جان دان. 5 وقت نماز در کجا بخونیم؟
جماعت یک خورترین مواردی را برای ما بیاورین که در یک موارد نعوذ بالله نعوذ بالله حضرت حسین دروغ گفته باشه. هست کسی اینجا؟ خیلی امروز دیگه ما شما توبه میکنیم. چی میکنیم؟ چند نفر توبه میکنن؟ کسی که از دروغ توبه میکنه دست راستش بالا بکنه. الله اکبر. کسی که توبه بکنه از گناه از دروغ گویا که دیگه هیچ دروغ نگفته باز بگوین الله اکبر. صحیح هست انشاءالله؟ این تجلیل واقعی است. چی هست؟ تجلیل واقعی. امروز در خانه میریم، در خانه میریم خواهرای ما، مادرای ما، طفلکای ما در دمی روی ما میای. اولین کسی که سلام میده تو باشی کی باشه؟ ای کجا بودی تو؟ هر روز خوی قسم نبود. امروز ما رفته بودیم تجلیل کردیم از سردار شهدا حضرت حسین رضی الله تعالی عنه. امروز یک بیچاره اونجا برای ما آمده گفت از اخلاق حسن و حسین. بگن الله اکبر. ای حسن و حسین از مدرسه برو منه طرف خانه میره، در مسیری را یک کسی وضو میکنه، بابای 70 ساله و 60 ساله است، اینج دستش خشک مانده، پایش پیشتر خشک مانده، با یکی دیگر سعی کرد گفت این را چگونه بفهمانیم. یاد بگی اخلاق، یاد بگی ای با قانونی رسول الله تربیت شده. بگو الله اکبر. شاگرد رسول الله است. رفت بابا جان ما دو نفر برادران هستیم، ما حضور در مدرسه یاد گرفتیم، شما اینجا ایستاده شوین ما وضو میکنیم، شما داوری بکنین کدام ما خوب وضو میکنیم. بگین الله اکبر. ولی جماعت ناراضی، تو سنگ بی نمازی، تو سنگ سنگی نقصده کنه؟ نقصده کنه؟ چرا نماز نمی؟ بدبخت یه سر روی تو رسای کن در نماز دیده نمیشی. یه اخلاق است، همی اخلاق است. ای بد پدر ناله، تو تابانه به خواب هستی. او خانه میره نماز صبح خانده، مسلمان است، نماز تغییرش نداده، دینداری تغییرش نداده، باید است که تغییر میکدم. تغییر میکدی؟ چرا تغییر نکدی؟ چرا تغییر نکدم؟ ام تو مجالس نامدیم، اگر نماز جمعه آمدیم یک بجا آمدیم. چند بجا آمدیم؟ یک بجا آمدیم. چرا یاد بگیریم نیاریم؟ بابا جان ما وضو میکنیم، شما یک بار داوری بکنیم. سبحان الله، وضو حضرت حسن و حسین چنان وضو که یک سو وضو میکنه، یک سو از چشمه ها عشق میرزه، قرت عین است. یک بار طرفی سعی کرد فرزندانم وضو شما صحیح است. بگین الله اکبر. مشکل ما داشتم، ما وضو را یاد گرفتم. بگین الله اکبر. این است اخلاق نواسه های رسول الله صلی الله علیه و آله. یک گپای من لازم به یادم آمد را استم، مخصوصا حضرت حسن و حسین است لگش. اما مجلس های بعدی، نشست های بعدی، گفتار های بعدی، برنامه های بعدی ان شاء الله ما شما میشینیم گپ میزنیم. خداوند به دروارش قبول بگردانه ان شاء الله. کسی خسته نیست؟ تعهد ما صحیح است؟ یک دو سه تعهد کردیم صحیح است؟ این دو سه تعهد هم آخر با بند دیگه صحیح است؟ میفهمیم با کی تعهد کردی؟ با کی تعهد کردی؟ نماز با جماعت. تعهد با کی کردی؟ بلند بگو. با کی؟ الله، الله. امی لازم ملائکه ها الله بلاکه دیده را از ملائکه ها محوال برده. قریه شریف مردم دهرازی، جوانان، خوردان، بزرگان تعهد کردن که نمازشان در جماعت است. درست است؟ تعهد کردن دیگه بد اخلاقی نمی کنن ان شاء الله. نمی کنین؟ نمی کنین. بگین الله اکبر. دیگه احترام همه را می کنیم. درست است؟ درست است ان شاء الله. بنی آدم اعضای یک دیگرن، چو در آفرینش یک جوهرن، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها نماند قرار. ازبک چشم ما هست، پشتو زبان قلب ما هست، ازاره بازوی ما هست. میدانین؟ فهمیدین؟ بلوچ گرده های ما هست، تا
تمامی اقوامی که در روی دنیا میبینین مانند یک عضو است. چی است؟ یک عضو است. بابای ما آدم علیه السلام است. هیچ اختلاف ما در بین خود نداریم. هر کسی که اختلاف داره نظر شخصی، گفت استاد که بیشتر گفت نظر شخصی خودش است. من شما را دوست دارم. شما مرا دوست ندارین؟ چند نفر دوست دارم؟ من بفهم. الله اکبر بگیم خیلی. من شما را دوست دارم. من برای شما دعا میکنم. شما برای من دعا نمیکنین؟ اگر روز قیامت یک ذره روی پیدا بکنم دست همه ایتا میگرم بگین الله اکبر. شما دعا بکنید که روز قیامت یک ذره روی پیدا کنم نزد رسول الله، من یک تا دست تا نمیگرم انشاءالله. اگر خدا نکرده مگر کدام چکوری غلط دارم دست مرا میگیرین؟ صحیح است؟ وعده است؟ این رفاقت ما شماست. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إلها پادشاها كريما ستارا غفورا رحيما. پروردگارا این دستارا میبینی؟ یا الله الله یا الله. پروردگارا این چشمهای پر از عشق میبینی؟ یا الله. این قلبها را میبینی؟ این وقت این متقدر است. این قلبها تکان خورده است. یا الله. این تکان خوردن به خاطر تو است. میدانی یا الله از خانه های ما حرکت کردیم، این قدم ها به خاطر تو بود الله. یا الله این نشست ما به خاطر تو است. یا الله گرچن گناهکارانیم، روسیاهانیم، در بدرانیم، نام سیاهانیم، روی نداریم یا الله، اما پروردگار در مسجد بیت الله خانه مقدس و بلاکه ای تو نشستیم یا الله. پروردگارا تو بالای ما رحم کن یا الله. یا الله بالای گناهکارای ما رحم کن یا الله. امروز پروردگارا کل ما را ببخش یا الله. ایقا خوشی ما میایه همین لحظه گویا ما را بخشیدی یا الله. پروردگارا اگر شرابی ها خدا نکرده ایجا هست ببخش یا الله. اگر قماربازا هست ببخش ندانستند یا الله، توبه میکنن پروردگارا، سهو کردن، اشتباه کردن، به خطا رفتن، فریبشان دادن یا الله ببخش. الله ببخش پروردگارا. یا الله ببخش. ما اینجا به خاطر این و آن نامیدیم یا الله. امروز ما به خاطر ازیوم تو ما را ببخش یا الله. پروردگارا خردان و بزرگان ما را ببخش یا الله. خواهران و مادرای ما را ببخش یا الله. الهی پروردگار دعاهای ما بیچاره ها را قبول دربارت بگردان یا الله. این برادران ما، خردان و بزرگان، جوانان و جوانان، همه ایشان را اهل جنت بگردان یا الله. یا الله اهل جنت بگردان یا الله. در جنت همسایگی حسن و حسین نفسی بشان بگردان یا الله. در جنت پروردگار رفاقت انبیا و اولیا و شهدا نصیبشان بگردان یا الله. در جنت پروردگارا دیدار رسول الله نصیبشان بگردان یا الله. الهی در جنت دیدار بلا کیف خودت را یا الله. یا الله روزی که وجوه یوم ازن لالره روحات رو تازه بشه به دیدار بلا کیف تو یا الله. پروردگارا از دیدار ما را محروم نگردان یا الله. کینه ها را از قلب ما بکش یا الله. بغض و عداوت را از قلب ما بکش یا الله. محبت دنیا، محبت گناه را از قلب ما بکش یا الله. پروردگارا به امید آمدیم، ناامید ما نگردان یا الله. این قریه را آباد بگردان یا الله. در این قریه پروردگارا برکت بیاور یا الله. این قریه را پروردگارا مشتی واحد بگردان یا الله. در این قریه پروردگارا چنان دینداری بیشتر و بیشتر بیاور یا الله. الهی پروردگار در سمت شمال دیرازی شریف ما شریف شو یا الله. الهی پروردگار بیرق اسلام را واقعا از اینجا بلند از بلندتر بگردان یا الله. مدرسه های بزرگ اینجا بساز یا الله. اولادهایشان را پروردگار حافظان قرآن بگردان یا الله. علمای دین بگردان یا الله. مجاهدین واقعی بگردان یا الله. خواهران و مادران ما با صدر و با ایجاب هستند، با صدر و با ایجاب تر بگردان یا الله. به کار و بارشان برکت بیاور یا الله. به رزق روزیشان زیافتر بیاور یا الله. آنانی که اولاد نداره اولاد برش نصیب بگردن یا الله. آنانی که اولاد داره اولادهایشان صالح و صالحه بگردن یا الله. الهی پروردگار کسانی که وسیله این برنامه شده
پروردگار در دنیا و آخرت عزت برش نصیب بگردان یا الله. الهی پروردگار خارش نگردان یا الله، تنهای ما نگذار یا الله. الهی به گفته هایم اول عمل برای خود نصیب بگردان، بعد برای عزیزان ما نصیب بگردان یا الله. روحانیت سردار دو جهان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را از ما بیچاره ها خوشنود بگردان یا الله. روحانیت صحابگان کرام رضوان الله علیهم اجمعین را از ما خوشنود بگردان یا الله. روحانیت سردار شهدا را حسن و حسین را از ما خوشنود بگردان یا الله. الهی پروردگار روحانیتشان را شاد بگردان یا الله. بازم قول رسول الله را نقل میکنیم، یا الله آنهایی که حسین را دوست دارد دوستش بدار، آنهایی که حسین را دوست دارد دوستش بدار یا الله. الهی پروردگار ما را از جمله دوستان حشر بگردان یا الله. الهی پروردگار تمام گناهکارای ما را ببخش یا الله. میخوایم بس کنم اما بازم نمیمانه. الهی پروردگار آخرین قول همه ما را کلمه مقدس لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحابه. جهان سپاس از سلامندی تکاتک شما. الله اجر به پایان مرحمتتون رسید.